بنابراین مسئله مبارزه و اپوزیسیون به کلی منتفیه. این بسیار اشتباه این بیان. این مفهومش اول این است که مثل که اپوزیسیون مستخدم و یا کارگزار سیاست غرب و سیاست آمریکاست، پس اگر اونها نخواهند پس مسئله براندازی و حذف جمهوری اسلامی منتفیه. چنین چیزی نیست، به خصوص کنگره همبستگی. من نمیتونم از طرف همه همبندان اعلام بکنم که در روز اول که کنگره همبستگی سازمانش تشکیل داد، به هیچ وجه من وجود به دنبال این نبود که یک کشور خارجی بیاد و اونو به اصطلاح دستشو بگیره، پا ببره و ببره جلو. دلیلش هم پر واضحه و به همین دلیل هم در خود اساسنامه به صراحت گفته شده که همونطوری که بسیاری از کشورها در جهان روی پای مردم ایستادن و از طریق مردم توانستن براندازی رو انجام بدهن، کنگره همبستگی هم اعتقاد کامل داره که نیروی لایزال ملت ایران قادر هست که این رژیم رو از پا در بیاره. اما از اینکه آمریکا، جهان غرب بخواهد یا نخواهد، مطمئنن وقتی که منافع اقتصادی جهان غرب ملاحظه بکنن که نیروی جنبش ملی و مقاوم در برابر جمهوری اسلامی داره قد علم کرده و داره به تدریج پیشرفت میکنه، اونها به مشام اقتصادیشون خیلی تیز هست، اونها هم حتما هماهنگ خواهند شد. ولی اینکه گفته بشه چون چنین مسئله مطرح شده پس ما بریم کنار و بریم خانه نشین بشیم، خیر، هم چیزی نیست. و یا گفته میشه که یه عده جمع بشن و برون و از یه شخصیت مهم سیاسی و دیدار نظام پادشاهی تقاضا کنن و برن در منظر ایشون یا متأثر میشن و قصه الازا و در نتیجه آمریکا به هراس بیفته و بیاد باعث بشه که این حکومت ساقط بکنه، اون هم یک مسئله خیال بافانه و غیر عملیه. بنابراین تنها راه عبارت از اتکا به ملت ایران، اتکا به نیروهای جوانی که در داخل ایران هستند، جنبش‌های دانشجویی و جنبش‌های دیگری که در راه هستند، به اتکا اونها این رژیم حتما ساقط خواهد شد. اینو بنده خواستم به صورت یک تذکر به اصطلاح پرانتزی عرض بکنم. برگردم به دنباله مسئله خود براندازی و اون است که برای این چه که تا به حال بنده الان امروز عرض کردم، مطالبی است که بیشترش قبلا هم خدمت بینندگان عزیز عرض کرده بودم، ولی بحث جدید امروز عبارت است از سازماندهی و تشکل. برای اینکه این هدف یعنی براندازی به صورت ملموس در بیاد و عملی باشه، لازمش این است که برای این کار یک سازماندهی و تشکلی به وجود بیاد. سازماندهی و تشکل عامل اساسی برای براندازی. تمام این اقداماتی که گفته شد، عرض شد که اقدامات و عملیات هماهنگ شده که اینا ما از این به بعد اسمش رو می‌ذاریم مکانیسم براندازی، برای این مکانیسم این اقدامات و عملیات هم احتیاج به تخصص‌های علمی خودش داره و نیاز به مکانیسین‌های خودش داره که این مکانیسین‌ها علاوه بر قابلیت رزمجویی بایستی با اصول و فنون و شگردها و فوتوفن‌های این کارم آشنا باشن، که البته یه مقدارش کاملا تخصصیه ولی قسمتش قابل آموزشه و همه نیروهای بالقوه میشه در این راه بسیج کرد. به طور کلی جامعه مبارز، مبارز که من درز میکنم این اونه کسانی که مخالف با جمهوری اسلامی هستن، جامعه مبارز ام از درون مرز و برون مرز، به خصوص درون مرز، همه و همه بدون استثناء مکانیسین های بالقوه هستن که میتونن قابلیت رزمجویی رو دارن، ولی ممکنه با اصول و فنون و شگرد و فوتوفن‌های مبارزاتی آشنایی نداشته باشن. من اینجا لازم است یه توضیح عرض بکنم. این که گفته میشه همه هستن، تمام کسانی که مبارز هستن در داخل این براندازی وظیفه و مأموریتی و فعالیتی خواهند داشت، ولی به طوری که بنده وارد جزئیات نخواهم شد ولی بعداً به تفصیل صحبت خواهم کرد، یه تعدادی از افرادی که مستقیم ما باشون در تماس هستیم و در تماس خواهیم بود
اونها هستند که میتوانن رابط ما با بقیه ملت باشن. این دلیل بر این نیست که بقیه مورد یا اطلاعاتشون ناقصه یا اینکه مورد اعتماد نیستن. خیر، همه مورد اعتماد هستن تا خلاف ثابت بشه و همه تقاضای کنگره همبستگی برای براندازی این است که تمام ملت ایران که مبارز هستن همه به همه خودشون را یک عامل مهم براندازی، چه به صورت سرباز یا مکانیسیان یا هر چی اسمی میخوایم بگذاریم، ببینن و در این زمینه فعالیت بکنن. منتها برای این کار یک سلسله عملیاتی باید انجام بگیره. خلاصه اینی که سازماندهی و تشکل در براندازی عبارت است از اول شناسایی و انتخاب و پیوند دادن هزاران هزار مکانیسیان های بالقوه‌ای که وجود دارند و همه ملت ایران هستند و مهارت در بکارگیری و فعال کردن تمام توانایی های خفته ای که می توانند و باید در خدمت هدف های مورد نیاز براندازی قرار گیرند. که اینی باشون میگیم سازماندهی و تشکل، یا به طور خیلی خلاصه سازماندهی و تشکل برای براندازی مراحل مختلف داره. اول شناسایی، که ما در مرحله مقدماتی برای شناسایی هستیم. یکی از دلایل اصلی این برنامه تلویزیونی مسئله این است که ما مورد شناسایی ملت ایران قرار بگیریم، معرفی بشیم به ملت و ما از این طریق تماس‌هایی که به ما گرفته میشه شناسایی بکنیم اون افراد به اصطلاح کلیدی رو و از بین اونها انتخاب بکنیم. انتخاب روش‌های علمی و اطلاعاتی و امنیتی وجود داره که می‌شود از اون طرق مختلف اون انتخاب انجام داد و بعد اینها با همدیگه پیوند داده بشن، این هزاران هزار مکانیسیان بالقوه، و بعد از اونها استفاده بشه، ازشون به اصطلاح خواسته بشه چه فعالیت‌های مشخصی انجام بدن و مهمتر همه فعال کردن تمام این توانایی‌هایی که بالقوه وجود داره و قادر هستن و باید هم از همه اونها در مورد براندازی استفاده بشه. با اینکه اطلاع دادن که آقای دکتر قرقزی رو خط هستن، بنده یکی دو تا مطلب رو بعد حتما تمام بکنم. و اون این است که منظور از سازماندهی و تشکل افراد برای براندازی تنها تجمع عددی افراد نیست. ما به افراد اونچنانی از نظر اون مکانیسیان های اصلی که بخون رابطه ما باشن با ملت و نیروی مبارز اونچنان تعداد زیادی مورد احتیاج نیست، بلکه اون تشکیلات و سازمانی که پیش بینی شده تعداد مشخص معینی هستند، بلکه اینا این سازمان مثل بقیه سازمانی است که هر چقدر عده بیشتر باشه پس بگن راحت